یو حاجی تونز گیزر ایز بک، چطوریم بچه؟ امیدوارم در حال اش کردم باشین. آره یه لحظه مغزم اصلا دیگه یه لحظه خاموش شدم، انقدر خستم. امیدوارم در حال لذت بردن باشین بچه. و چه خبر، من اومدم با یه ریاکشن دیگه که میشه دومین ریاکشنم به ارشیه که به اسم مالی، نه اوضاع مالی، دراگ مالی. بچه ها کارگردان خودش بوده، موزیک ویدیو کارگردان خودش بوده، نویسنده خودشه، پرودوس بای آرفن ببخشید، میکس و مستر از رامتین کلانتری. بعد پایینش توی دیسکریپشن نوشته که Made Another Hit، یه هیت دیگه ساختم، این دفعه یه افروبیت برای تابستون، لذت ببرید، از خودتون مراقبت کنید، با رفیقاتون. آخرش نوشته Responsible، با مسئولیت، اگه کاری میکنید با مسئولیت این کارو بکنید، مثلا اگه مشروب میخورید با مسئولیت مشروب بخورید، پشت فرمون نشینید دیگه. خلاصش اینه، خربازی در نیارین دیگه. بعد تو ادامش نوشته که یه چیز دیگه، اون کسایی که بامون نیستن و خاطره هاشون و یادشون و عادت های خوبشون رو زنده نگه دارین، یادت باشه که یه هدفی داری و باید همیشه دنبال هدفت بری. مثلا میگه you have to keep your head straight، منظورش اینه که سر بالا باشه، مثلا تمرکزت روی هدفت باشه. در ادامه گفته we shall all have some fun with مالی، میگه هممون باید با مالی یه فانی داشته باشه. ولی مسئله اینجاست هرشی، با خود مالی یا با موزیک ویدیوی مالی؟ اگه نظر من میخوام میگم با دوتاش، نظر و بیننده رو من نمیدونم. بچه ها کسایی که مالی نزدن بذار الان سرچ کنم. متاسفانه من هر وقت بحث دراگ میشه باید یه چیزی به شما یاد بدم. وای تا که اینقدر کمکتون کنم بدونی چی بزنی. همون چیزی که فکر کردم. بچه ها اکس که میدونی چیه؟ محتویات اکس MDMA. به این مالی هم میگن. اینجا نوشته که MDMA معمولا به عنوان اکس شناخته میشه، مالی یا مندی که تو فرم کریستالیشه. خیلی سخت شد و آره یه سایکدلیک، یه چیزی که رو روان تاثیر میذاره، مثل اسید، مثل ماشروم، اینجور چیزا. و آره و ذهنت رو یکم خلاق میکنه، یکم که نشاید خیلی زیاد، ولی همون MDMA یا اکسه. کسایی که نمیدونن مالی همون MDMA یا اکس، مالی هم برای خیلی فقط اوضاع مالیه. بریم ببینیم چی برامون درست کردم، ببینیم چی پختم. چی بگو بیان، بگو گنده ترینشون بیاد. فقط ببین، وایسا من از 8:30 صبح بیدار شدم، رفتم کار، استراحت کارم هم نشستم ویدیو ادیت زدم، بعد دوباره ادامه کار، بلافاصله بعد از کار رفتم باشگاه، برگشتم همون کردم، غذا هم نخوردم، بلافاصله اومدم سر ویدیو. من انتظار دافای خوب دارم، یعنی با این خستگی که دارم جر میخورم، یعنی واقعا دارم میمیرم، امروز واقعا خستم. من انتظار داف خوب دارم. ساعت 12:30 شب نیومدم اینجا بشینم داف تخمی ببینم. چرا؟ چون تو موزیک ویدیوی هلو از کچی بیت دافا منو خوشحال نکردم. امیدوارم سلیقه عرشی خوب باشه. خوب هست، البته میدونم خوب هست. خوب هست، تموم شد. 10 از 10 بچه ریاکشن تموم شد، بریم خونه همون. تموم شد. بنزد مبارک هاش آقا، اینو یادم رفت بگم. نگاه تو دوف، نگاه ماشاءالله. اینجا میخواییم نمره بدیم، شما نگاه کن، این دوف سمت چپ بدن شما، من 6 میدم. سلیقه است، زر نزن، سلیقه است. آره الان تو ذهن داری میگی آره تو خری نمیفهمی فلان، نه دادش گوش کن خفه شو. آره بدنشو 6 میدم. یه تتو زیر مماش داره، اون تتو زیبایی 8 میدم. قیافش هم 6.5 میدم. میریم سراغ دافه بعدی. دافه بعدی به ممه هاش نه 6 میدم. چرا 6 میدم؟ چون فکر میکنم عملیه، اگه عملی نباشه 8 میدم. به قیافش هم 7.5 8 میدم. و در کنار خانوم رنگین پوستمون رو داریم، از همشون بهتره، 7.5 یا 8 میدم. خب ایشون 9.5 از 10. نه وایس بود بیجم به ثانیه 7 ویدیو، من میگم 9.5 از 10، نه خیر 8.5 9 از 10. ببینیم دافای بعدی چه جورن، ولی دافو خوشگلیه. خب این داف، این بچه بعدی به نظر میاد، این از این بچ با کلاساس، این از این بچ چیزاست، سلیته هاست، این از این بچاییه که کوله، باش حال میکنی، میدونی دوست داری زیدت باشه، این زیده بچه. این یه، این از اون زیداست که بعضی وقت یکم میره رو مخت، اصلا از سیسشو من دارم میگم. عرشی راست میگم، اگه راست میگم thumbs up خواهشن.
گرمه مولیو میذارم کف دستت امشب جنگه ایول دو تا بیبی میزنن به چشم. همین اول ویدیو از هول دافاش بهتره. میگه میخوام بمونیم پیشت امشب، من با داداشم میمونم عشق هست میرم بالا پیکم هنوز زندم یکم کلم داغه ولی خوبم جای خونش جاری تورک سلامتی همه اونایی که دورن سلامتی رفیقام سلامتی خودت که اینقدر از من دوری مشتی. آقا من یه چیزی بگم، اینجور ریاکشنی من تا حالا رفتم که بگم این دافه فلان اون دافه فلان و تو کامنت ها گفتن وای تو چقدر حولی وای تو چقدر دختر ندیدی فلان فانه. دارم میگم بخندیم دور هم عشق کنیم یکم بزرگ شیم. اگه ببین با شمایی که این فکر رو کردین اما یکم بزرگ شیم داریم میگیم میخندیم، هرچند دلیل نمیشه دافایی بدی باشن. نگاه کن الان کنار عرشی این داداشمونو میبینی، منظورم این داداشمونه. خب قیافه شو ول کن، گونی میکشی ولی از لحاظ بدنی ایشون از همه بهتره. اشجاری تورک سلامتی همه اونایی که دورن سلامتی رفیقام قایدیم شهر رو با رفیقامون هر سال فرق نداره فوردی تو با دستا زرد و فدو رو برم میگیرن دستا مالیه رو زدم آماده پرواز میخوام برم شمال میخوام برم جنوب امشب بنده رو میکنیم تولوم امشب نوشهر میشه بارسلون از فضا تو تهران میکنیم سقوط. بله الان حالم خوب و خنده تنت مثل تو آبستون گرمه. نه این میلفه دادش، میلف از کجا آوردی؟ هم بود چه تا میگن این میلفه و این میلفه کیه؟ این میلفه را از کجا آوردی؟ آجی مامان کیه این؟ امیدوارم بچهش ویدیوشو نبینه. مامانش آوردی؟ هرشی خجالت بکش هرشی. مولیو میذارم کف دستت امشب جنگه ایول دوتا بیبی میزنن بهم چشمک میگه میخوام بمونیم پیشت امشب من و داداشم میمونم عشق هست میرم بالا پیکم نوش قلبم یخی قطبی برفی الماس و آویزونن به مثل قندیل به خاطر اصله اصل ماشی تابستون یکم گرم میشم چون ارتفاع بالاست رو ابرا نشستیم حالم خوبه الان کلم داغه دو تا پک زدم تا بی سیگار بود یا جون بالاست رو ابرا نشستیم حالم خوبه حال بلانت الان کلم داغه دو تا پک زدم تا بیبی به چاقه یه بک فود تو بک فود دیگه آجیت این کار هست بچیت این کار است خوبه الان کلم دوغه دو تا پک زدم تا بیبی به چاقه یه بک فود تو پول که بزنیم زیرش گل زلاتانی میزنیم زیر تاقش الان روی بیت با گل زلاتانی میزنیم زیر تاقش بالا پایین سر آنیم زیرش گل زلاتانی میزنیم زیر تاقش الان بایستا استایلی که عرشی شوت کرد یه بک فود تو پول که بزنیم زیرش گل زلاتانی معلومه تا حالا فوتبال بود. حاجی کی اینجوری شوت میزنه؟ وایسا عرشی کی اینجوری شوت میزنه؟ آبرومونو بردی حاجی؟ این چه طرز شوت زدن برادر من؟ دورخیز استایل این دست بره این دست بیاد شوتو بزن ان کن. این چه شوت زدنی برادر من؟ پسری دختر بودی میگفتیم دختری یه چیزی ایرانی اصلا ایرانی برادر من عنوان یه ایرانی که از بچگی تو کوچه بازی میکنه با این توپای تخمی پلاستیکی فوتبالیست میشه دیگه شوت زدن استایلشو و بلد باشی تونی میزنیم زیر تاق شلون روی بیت با ما بالا پایین سر و همه حال میکنن و با ما تو این شب و یکی همین شب و میسوزونیم داد سر و همه رفیقای زندانیمونو میدیم فرار ولی امشب و ما هم... برو به اینجا من خواهم انتقاد کنم بهت. اینو خواستم لاین اول موزیک بگم که گفتی با رفیقامون گاییدیم و فلان و یکم خشن بود برای اول موزیک. دو اینجا که میگی با رفیقامون میسوزونیم داد سر، این موزیک چون موزیک وایب تابستونه تو الان یه چیزی میگم باعث میشه متوجه بشی. یه جای فرض کن 200 نفر هم 100 نفر هم 50 نفر هم دارن میرقصن با این آهنگه از یارو دستش دور کمر دافشه بعد دارن عشق میکنن فلان بعد مست هم هستن چه هم هستن یه صدا میاد یه روز میسوزونیم داد سرا رو فلان یا مثلا یه نفر رو فاز اکس یارو فاز تظاهرات میگیره یارو پشماش میریزه تو نباید همچین لفظی تو همچین موزیکی استفاده کنی که بعد این لفظ رو بذاری برای موزیکش تو این موزیک فقط از دوف و عشق و حال و رقص و مقص و اینجور داستانا بخونی صدا تو نرم تر کنی دقیقا مثل کاری که کچ نمیگم دقیقا بیا کار کچی رو بکن منظورم اینه که استایل تو عوض کن اینجا اون خشونت رو بردار بیشه دافای پسر نرم گرم سبیبی زیبا رنگین سنگین نه حالا سنگین شما نیست دیگه اینو نمیخوام من بهت بگم دیگه خودت انقدر داف میزنی میدونی ولی میگم که این لفظو جاش اینجا نیست هرشی
شب و میسوزونیم داد سر و همه رفیقای زندانیمونو میدیم فرار، ولی امشب و ما همش میکنیم جای تکیلا توی پک. این ایرانی بود. زندانیمونو میدیم فرار، ولی امشب و ما همش میکنیم. این قیافه ایرانیه، این قیافه تو خایه ایرانیه، یعنی ایرانی نباشه خاورمیانه ایه، تا خایه ایرانیه. من از الان دارم به تو میگم جای تکیلا توی پک عشق میخوریم، جای کره خوری میزنیم ما رفاقت تو رد که تو عبد به هم دیگه تکیه کنیم. بگو نگاه هوکت خوبه، هوکت مال این آهنگه، هوکت مال این آهنگه، ولی ورست نه. مالی و میذارم کف دستت امشب مثلا نمره بدم. وایسا اگه این خوب بود به همه چیز ده میدم. سب کن اگه مموش عملی نبود ده میدادم. داره برای اینستاگرام عکس میگیره، ولی اگه مموش عملی نبود ده میدادم. هم کف دستدم شب جنگه ایول دوتا بیبی میزنن بهم چشمک، میگه میخوام بمونیم پیشت امشب، من و داداشا میمونم عشق هست میرم بالا پیکم. هندشیک کرم الائنس. مرسی که نامیدم نکردی. بایسا نه این تشکر حاجی، مرسی که نامیدم نکردی، مرسی به خاطر دافایی که آوردی، سرحال شدم چشم دوتا زیبایی دید. مرسی که دافایی خیلی بهتر از کچی آوردی، ولی یه انتقادم رو به موزیکت که تو ریاکشن کردم، یه انتقادی میخوام به دافا بکنم. من معملی رو نیستم، بنابراین اگر قرار سری بعد همچین داستانی باشه، امیدوارم به حرفم گوش کنی و نچرال بیاری، ایت فیگر بیاری، اینایی که بدنشون هشته. بعد اینکه نشوخی میکنم، هرچی دوست داری بیار، من که دوست داشتم. من معملی من مشکل دارم فقط، حالا نه اینکه خیلی به هم میرسه از اینا، من با معملی با معملی مشکل دارم. بعد اینکه آره حاجی ما تو کووید گیر کردیم و این دافا رو تک و توک میشه زد، شما اونجا فله‌ای میبری به خودت و این نامردیه. من یا باید ایران باشم بتونم باهات رقابت کنم، یا باید پاشم بیام ور دلت، خودت انتخاب کن، پاشم برم ایران یا برداری من ببری ور دل خودت. حاجی اونجا میتونیم با هم ویدیو هم بگیریم اش کنیم. بعد اینکه هیچی، همین دیگه حاجی، خودت و دافا و موزیک همه چیز بیست، ولی رفاقتی دارم بهت میگم. مثلا بحث ریاکشنی نیست، شما برو کنار دیگه نیاز نیستی، بحث ریاکشنی نیست. نگاه این حالت مساوی داره خیلی باله، بار اول امتحان میکنم چقدر حال میده. آیا عرشی نظرتون؟ بله عرشی، اینو رفاقتی دارم بهت میگم، موزیک تو مخصوصا اینجور موزیکا رو، اون خشونت رو بذار کنار، فقط برای پارتی بخون، و خشونت تو بذار برای موزیکی که مربوط به اینجور چیزاست. رو دلیوری صداتم کار، اینو حتما رو دلیوری صداتم کار کن. ویدیوهای دیگه تو دیدم قبل از اینکه ایرانی بخونی 400-500 که گرفتی، واقعا آفرین، و فکر کنم حتی بیشتر. پس نشون میده که میتونی. کار کن، تلاش کن، همون جوری که خودت میگی، یادت نره که هدف داری. و دمت گرم بابت موزیکی که دادی، دمت گرم بابت زیبایی که نشونمون دادی، و دم بچه‌ای که نشستن ریاکشن رو تا آخرش دیدن. گه تا ریاکشن بعدی، پیس اوت. ایول دوتا بیبی میزنن بهم چشمک، میگه میخوام بمونیم پیشت امشب، من و داداشا میمونم عشق هست میرم بالا پیکم.